چاییتون سرد شد. دستتون درد نکنه، حواسم نبود. حالا پدرتون بهتره انشالله؟ بهتره خدا رو شکر. الانم سپردمش به همسایه‌مون، مواظبش باشه تا برگردم. انشالله به حق این شبهای عزیز خداوند همه مریضا رو شفا بده. انشالله براش دعا کنین. راستی یه چیزی خواستم بهتون بگم. در چه موردی؟ در مورد مهندس ملکه. خیلی باید حواستون رو جمع بکنید. خیلی ساله که من میشناسم، خیلی سالاست. چه خبره؟ سلام آقا. سلام. باز دوباره داری از رشادت های دوره جوانی برای کارمندا قصه تعریف میکنی؟ براتون قهوه بیارم؟ نه خیر، برو دنبال کاره. چشم. خانم خسته نباشید. دیر وقته، بقیه‌اشو بذارید برای فردا. کارا خوب پیش میره؟ ممنون. ببخشید بابت این مرخصی ها. من از کلمه ببخشید اصلا خوشم نمیاد. ضمناً این مرخصی ها حقوق خودتون رو کم میکنه. من از شما بیشتر از بقیه کارمند توقع دارم. آخه درگیر مریضی بابام هستم. همه پدر دارن. شما هم مثل همه. خیلی خوب. پاشیم بریم. تا یه جایی من میرسونم. نه نه، شما بریم، من مزاحم شما نمیشم. مزاحم نیستی. پاشو بریم، میخوام در مورد موضوعی باهات صحبت کنم. پاشو. چیه؟ چرا اینقدر ساکتی؟ نمیدونم بعد چی بگم. راستش زیاد راحت نیستم. من فکر نمی‌کنم اونقدر که تو فکر می‌کنی من آدم سختگیری باشم. الانم که دیگه تو شرکت نیستی. اتفاقا من خیلی هم آدم راحتیم. نه، چون که مزاحم شما شدم راحت نیستم. ببین. ملک اگر کاری رو دوست نداشته باشه هیچ‌وقت انجام نمیده. من دلم می‌خواد از تو یه آدمی بسازم که توی این جامعه یا هر جای دیگه محکم روی پای خودش بیسته و سرشو بالا بگیره. پس الان با من راحت باش. هی نگو ببخشید. هی نگو راحت نیستم. من اصلا این اخلاقتو دوست ندارم. من خیلی تنها. تو دانشگاه نه دوستی دارم نه هم صحبتی. الانم که خیلی وقت درگیر مریضی پدرم هستم. نمیتونم یه شب اون کسی بشم که شما فکر میکنی. منم توقع ندارم یه شب همه چی درست بشه. اما بالاخره تو باید از یه جای شروع کنی. موافقی بریم یه جای شام بخوریم؟ نه نه ممنون، پدرم تنهاست. قبلنم بهت یه بار گفتم همه ما بابا داریم، اما این دلیل نمیشه که ما مشکلاتمونو بندازیم گردن اونا. این شامی هم که من بهت گفتم ربطی به خواستگاری من از تو نداره. ببخشید. بله چی شده؟ حاج آقا جمشیدی با اجازتون. خیر پیش. قبول باش حاج آقا. قبول حق. حاج آقا دیروز اومدم انگار مغازه رو کلن خراب کرده بودن. آره دیگه، تو طرح بود باید خراب میشد. پس فعلا چی کار میکنی؟ حالا تا ماه دیگه که مشتری زمینش پول زمینو بریزه به حساب دنبال یه جای دیگه میگردم. حالا ول کن این حرفا رو، ماجرای خودت با اون از خدا بیخبر به کجا رسید؟ قراره داداش فعلا پول جور کنه، چکمو ازش بگیرم. آخه بعد این همه سال کاسبی چطور قرار دادو نخونده امضا کردی؟ تا
حالا چند بار با هم کار کرده بودیم. فکر نمی‌کردم اینجوری بشه. دو رو جنسا رو دیر تحویلش دادم، قبول نمی‌کنه. می‌خواد چک خسارت رو ببره بانک برگشتی بگیره. فقط من نیستم. میدونی با چند نفر این کارو کرده؟ خیر ایشالله، خیره. خدا میگه یه اتفاقایی براتون میفته فکر میکنین بده، ولی واقعا خوبه. همینطورم یه کارایی پیش میاد فکر میکنین خوبه، بعد میفهمین شر بوده. ناراحت نشی حاج عباس، ولی برای شما که همیشه ماشالله وضعیت رو به راه بوده و برو بیای بوده، گفتن یه حرفا راحته. مثل دیشب که میگفتی هر اتفاقی که بیفته یه نشونه است که باید بفهمی میخواد چی بگه. ولی من خیلی این چیزا رو باور ندارم. نشونه چیه؟ این اتفاق خیری توش نیست. داره آبرومو میبره توی خونه و در همسایه و توی بازار. خودت بهتر میدونی بی اعتبار شدن توی بازار یعنی چی؟ فقط میشم در سبلت بقیه. این دفعه رو شما ناراحت نشی آقا فرهاد. همیشه که قرار نیست دیگرون واسه ما درس عبرت بشن. یه دفعه هم نوبت ما میرسه. اینم واسه خودش خیره. باشه آقا جون، باشه. میدونم اختلاف ساعتیمون دو ساعته، ولی تمام اختلاف من و تو هم سر همین دو ساعته. تو دوست داری جایی زندگی کنی که دو ساعت خورشیدش زودتر غروب میکنه، ولی من دوست دارم جایی زندگی کنم که دو ساعت بیشتر روشنی داره. میدونید که حاج عباس پناه به روان هر سال سفره نظری دارن که دیگه یک هفته بیشتر نمونده. ایشون احتیاج به این دارن که ما کمکش کنیم. هر کس فرصتی داره بیاد بره پیش آقای حاج عباس، از ایشون بخواد که چه کاری انجام بده. البته حاج عباس از نظر مالی احتیاج نداره، اما کمک کنیم غذاها رو به جاهای خیریه‌ای که در نظر دارند برسونیم، به خانه ها برسونیم، کمک کنیم در این روز. اونهایی که فرصت دارن به حاج عباس مراجعه کنن. صلوات دیگه ای خط کنید. با اجازه حاج آقا، راستش من نمیخوام مزاحم کسی بشم،
حقیقتش همونطور که کم و بیش همه شما میدونین 15 سال پیش همه دکترها هم من قطع امید کردن، اما آقا هنوز امید داشتن، منو شفا دادن و الان صحیح و سالم در خدمت شما هستم. واسه همین تا اونجایی که ممکنه نمیخوام مزاحم کسی بشم. به خاطر همین فرصت دوباره‌ای که به من داده شد میخوام یک کاری کنم که حداقل یک کمی هم که شده نشون بده که لیاقت این فرصت رو داشتم. مگه اینجا راحت زندگی نمیکردی؟ ببین نگار، این حرفا دیگه از من و تو گذشته. مثلا دوست دارم رنج بکشم، دوست دارم جایی باشم رنج بکشم ولی خودم باشم، احساس راحتی بکنم. نه یه کمی سرم شلوغه، فکر نمی کنم بتونم بیام. آقای دکتر عدالت به بخش جراحی. آقای دکتر سلام عدالت. عزیزم چطوری دخترم، خوبی بابایی؟ دختر گلم راجبی دوستت اینجوری صحبت نکن بابایی، مهم اینه که دوست خوب باشه، سفیسیه نداره که. خب دختر گلم من بعدم بهت زنگ میزنم، باشه بابایی؟ خداحافظ. خداحافظ. ببخشید آقای دکتر یه مورد اورژانسیه، میدونم شیفتتون تموم شده. مریض کی هست؟ مشکلش چیه؟ پدر خانم دارابی قرار بود قلبشون رو عمل کنین. ایشون که ظاهراً هم دکترشون عوض کرده بودن هم بیمارستانشون، مشکل چیه؟ ظاهراً 2 ساعت پیش پدرشون رو بردن خونه. خیلی خوب. نمیخواد بقیهش بگم، بریم حالا سری میام. آمادش کن تا من بیام. چشم آقای دکتر. خانم دارابی حالش بهتر شده، بردم بشم بعد راجب صحبت کنم. بفرم بشه من برم آینش کنم. شما کی اومدی من نفهمیدم؟ خیلی وقت نیست. خب چرا اینجا نشستی؟ داشتم فکر میکردم. اینقدر نگران پول مغازه نباش، درست میشه عباس آقا، اینقدر فکر نکن. هنوز نگفتم پولشو کی میدن؟ نه مهری، من به بیکاری عادت ندارم، اونم بعد این همه سال کار کردن. البته الان داشتم به چیز دیگه ای فکر میکردم، به این که حالا دیگه من بعد 50 سال باید بدونم کی هستم، چی کار میکنم، چی کار میتونم بکنم. تو این یه ما بیکاری بیشتر به این چیزا فکر کردم. مری تو میدونی من واقعا کی هستم؟ به اندازی که لازمه میدونم، نگران نباش. اصلا میگم حالا که دوست داری تو حیات بشینی بذار برم دوتا چایی داغ بیارم همینجا بشینیم حرف بزنیم. ها اصلا میگم یعنی اگه منم چند سال دیگه از معلمی بازنشست شدم شبا همینجا لب حوض میام میشینم تنهایی؟ ها مری من با بقیه فرق دارم، من یه موقعی قرار بود بمیرم اما زنده موندم، خب بعدش چی کار کردم که از خودم و این زنده موندنم راضی باشم؟ شما هیچ فرقی با بقیه نداری حاج عباس، هر روز که میاد به همه آدما فرصت میده تا اون روز کاری انجام بدن، هر روز اولین روز از باقی مونده زندگیمونه. همه تو فکر شفا گرفتن هست، اما من فکر میکنم از اون مهمتر اینه که بعد از شفا گرفتن بدونیم چجوری زندگی کنیم.
شکر واقعی اینه. حالش چطور آقای دکتر؟ خدا رو شکر حالش بهتره. ظاهرا شما نه تشخیص ما رو قبول داری نه کار ما رو. متخصصای دیگه چی گفتن؟ بردن پدرم از اینجا به خاطر اعتماد نداشتن به شما نبود. اصلا مهم نیست. به هر حال امیدوارم که هرچی زودتر عمل بشم و حالشون بهتر بشه. میتونیم بریم ببینیشون. ببخشید عزیزم. میشه باز با آقای دکتر صحبت کنی؟ خودت که خوب میدونی. آقای دکتر دستمزد 20 میلیونیشونو کردن 10 میلیون. دیگه کاری نمیتونم بکنم. باید یه جوری این پولو جور کنی. من تو این دنیا فقط پدرمو دارم. شما فکر میکنین من هر کاری میتونستم نکردم؟ دیگه کسی نمونده که بهش رو ننداخته باشم. پدرم تو همین 3 هفته پیش سالم بود. همه چی یه دفعه اتفاق افتاد. شاید هنوزم یه هفته فرصت داشته باشی. بهترین کار دعا کردنه. تو این ایام دعا کردن خیلی زود جواب میده. بله. حالا که شما نمیتونین با آقای دکتر صحبت کنین، لطف کنین خودتون براش دعا کنید. حتما براشون دعا میکنم. هی فراد، آدرس اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ من قبل از اینکه از کسی چک بگیرم آمار خونه خودش و همه فامیلاشو در میارم. واسه همچین روزایی مبادا. همش به خاطر 10 میلیون تومان اینقدر شلوغش کردی؟ من که حرفی ندارم. اگه همش 10 میلیون تومان و 10 میلیاردی، بسم الله پول ما رو بده بریم رد کارمون. زن من فقط من نیستم که ازت طلب دارم. بقیه به این فرصت دادن. وضعیت منو میدونن چطوریه. تا 1 ماه دیگه هم حساب همه رو صاف میکنم. ملت حرف زیاد میزنن. اون موقع که حسابمون نقد بود جورایی دیگه با هم حرف میزدی. آقا فراد از زبونت نمیافتاد. حالا با خاطر چندر قاس داد میزنی هی فراد بیا تو ماشین. همه روزا با هم فرق میکنه. امروز باز اینطوری حرف زنی ولی از زندگی عقب میمونی. ببینم این خونه مال خودته؟ چیه؟ چشمتو گرفته؟ تو شیش نمازم میخونی؟ بله. مشکلی داره؟ والا من خیلی از حلال حرام سر در نمیارم، ولی انقدی میدونم وقتی آدم به مردم بدهکار تو همچین خونه زندگی میکنه انگار تو یه جای غصبیه. حالیته که من فردا با تماس میگیرم دیگه هم این برا پیدات نشه. میبینمت. عزت زیاد. الو داداش سلام. نه حالی برام نمونده دیگه. ببینم این مسجل تنو پول پیش خونه رو جور نکرده؟ یادت نرفته که با هم شریکی؟ چی بگم آخه باورم نمیشه. خب نمیتونی یه نفر دیگه رو پیدا کنی؟ حاج آقا امسال تاسیه ما رو خبر کنیم. بیایم اونجا یه کمکی بکنیم. خیلی خدمت آقا امسال التماس دعا داریم. رو چشم. متشکرم. خدا کنه خودش دست هممونو بگیره. ایشالله. آقا مهدی چقدر تو حسابم هست؟ اجازه بدیم. دقیقاً 10,253,000 تومان. 10 میلیونشو بهم بده. رو چشم. حاج عباس مدیر بانک میگه شما یه مدتی با حساب بانکای دیگه‌تون کار میکنین. به ما کم لطف شدین. آخه جسارت ها شما قبلا 100 میلیون تومن کمتر تو حسابتون نبود. آقا جون روزگار بالا پایین زیاد داره. تو رو خدا منو ببخشید اگه جسارتی شد.
خواهش میکنم. خدا کنه حساب اون طرف خالی نباشه. ایشالله. الو سلام، شما چطوری؟ آقا یه 10-15 تا از اون گوسفندای پرواری درست حسابی میخوام. نه ببین، از اون آب نمک و پلاستیک خورده ها نباشه، میدونی خودت واسه چی میخوام که. آره آره باشه. ببین حالا من پشت خطی دارم، بعدم باید صحبت میکنم. خداحافظ. الو فرهاد، من نزدیک بانکم، مشکلی پیش اومده؟ خیر ایشالله. وقت داری یه سری خدمتتون برسیم؟ الان کجا هستی؟ من نزدیک بانکم. چی؟ مشکلی پیش اومده؟ حاجی دارم یه درس عبرت حسابی میشم با سهمه. میشه حالا که سمت بانکتون هستی یه سر خدمتتون برسیم؟ سلام علیکم آج آقا. سلام علیکم. گرفته ای؟ نه چیزی نیست. خب تعریف کن آقا فرهاد، چه کمکی از دست من برای شما برمیاد؟ شما که وضعیتون به این خوبیه، چرا تا بحث پول و قرض این چیزا پیش اومده اینقدر رسمی شدید؟ یکی طلبت. الو جانم، شما؟ برای گوسفندا. بله بله بله. آقا جون شما آدرس برام بفرستین، من خدمت میرسم. دست شما درد نکنه. خدا نگه دارت. خب آقا فرهاد، چقدر لازم داری؟ جریان یارو رو که واسهتون گفتم. داداش نمیدونم چی شده، دلش نمیاد پول منو پس بده. اینو گفتم خدمتتون، اگر بشه یه 10 تایی برای من ردیف کنی ممنون میشم. باشه. بهت قول نمیدم. بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. حاج آقا اصلا از شما توقع نداشتم اینجوری جواب منو بدی. فراموشش کن. امری ندارید؟ صبر کن، باید کار دارم. صبر کن. حاج آقا ببخشید. من یه کمی عجله دارم. باید برم. خداحافظ شما. خان دربی عزیزم، اینجا چه کار میکنی؟ الان که دیگه ساعت ملاقات نیست. ببخشید یه لحظه میخواستم پدرم رو ببینم، از دیشب تا حالا نتونستم بخوابم. اگه نبینمش منم باید بستری کنی. حالا بشین ببینم چیکار برات میتونم بکنم، ولی بهت قول نمیدم. بشین چند لحظه ببینم چیکار میتونم بکنم. بله سلام. سلام آقای ملک. الان کجایی؟ بیمارستانم. نباید الان پشت میزت باشی؟ یه لحظه اومدم پدرمو ببینم، با خانم کاوه‌ای هماهنگ کردم. مسئله‌ای نیست، شما اخراج این خانم دارابی. ماه دیگه رأس ساعت 12 برای تسویه حساب امور مالی باشی. ولی آقای ملک باز کجا خانم دارابی؟ نگران نباشین، دارم میرم بیرون. سلام. سلام. مادرم هستن. سلام. پس نرگس خانم شما هستی؟ بله، حالتون خوبه؟ حال مساعدی ندارم. مگه پسرم به خاطر دیدن شما منو همراهی کنه بیمارستان؟ مادر، خواهش میکنم. خانم دارابی، حال پدر چطوره؟ آقای ملک، شما خیلی منو ترسوندین. فکر کردی منو خوب شناختی؟ آره. راه درازی در پیش داری. بریم ببینیمشون. آقا نمیتونی الان تشریف ببرین CCU. خانم، من ملک هستم. ربع ساعت دیگه با آقای دکتر یزدانی تو اتاقشون قرار ملاقات دارم. شما که نمیخواین خدای نکرده من دیر برسم. نه خواهش میکنم، اشکال نداره. تشریف ببرین انتهای سالن سمت چپ. متشکرم. شما با آقای دکتر دوستین؟ دوست که نه، همین یه دقیقه پیش اسمشو از نگهبانی شنیدم. نگران نباش، منم تو این اتاق زیاد رفتم.
الان بهترین وقتشه که براشون دعا کنی. یعنی شما هم فقط با دعا حالتون خوب شد؟ نرگس خانم شما چند سالتونه؟ 26. چقدر ملک رو میشناسین؟ واقعا تصمیمتون رو گرفتین؟ هنوز نه. ببین عزیزم، هرچند که این شرایط مناسبی نیست برای صحبت کردن ازدواج تو، اما اینو میخوام بدونی اگه جوابت هم مثبت باشه، چون از ملک 27-8 سال کوچکتری، دلیل بر این بشه که توقع بیجی از ما داشته باشی امکان نداره. مادر، بله. من با آقای دکتر شیرازی صحبت کردم. بله. ازشون یه وقت گرفتم یه سر بریم پیشش. بریم؟ بریم. سفارش پدر شما رو هم کردم زنم. چه سفارشی؟ آره کلن دیگه. بریم. بریم. فقط حتما یادتون باشه تخت شمارشش علاوه بر سرونشون آبل و کرتونشون حتما بذارید. فقط آقای دکتر میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ بله بفرمایید. همه بیمارستان میگن که آقای دکتر یزدانی از شما حرف شنوی دارن، میتونم ازتون خواهش کنم سفارش منو به ایشون بکنی؟ جناب دکتر یزدانی بیشتر از همسرشون حرف شنوی دارن، حالا نمیدونم ظاهری یا واقعی. مشکلتون چیه؟ راستش راجع به یه وامه، البته ایشون امضاهاشو کردن، منتها من یکم عجله دارم اگه ممکنه. باشه فهمیدم، چشم، من باشون صحبت میکنم. فقط آقای دکتر یه لطفی میکنی من شماره تماس شما رو داشته باشم، البته جهت یادآوری جسارتن. پس شایعات در مورد حواس پرتی من توی بیمارستان زیاد شده، البته خب زیادم دروغ نیست، حق دارم چون من سرم شلوغ میشه بعضی کارا واقعا یادم میره، ولی هنوز یادم نرفته که لوازم جراحی رو تو شکم بیماری جا بذارم. شما میتونید شماره تماس بنده رو از خانم عزیزی بگیرید. خیلی لطف کردین آقای دکتر، متشکرم. خواهش میکنم، فقط این آمپول کورتون یادتون نره، حتما به اون بیمار بزنید. بله چشم، حتما. سلامت باش. چی بهت گفت؟ هیچی. گفت ببینتش باش حرف میزنه. البته خودم که چشم آب نمیخوره که یادش بمونه. نه آدم خوبیه، حتما بهش میگه. ببینم حالا. تو چیکار کردی راجع به مرخصی من صحبت کردی؟ ولی شیفتم تو بعد جای من وایسیا. اشکال نداره. باشه. فقط من پسرم تنهاست، باید برم خونه. شمارش واسه من بفرست دیگه. الو حمید، سلام. رضا تبش پایین اومد؟ خودت بهتری؟ از اون قرصای مسکن زیاد نخوری؟ نگفتم که معتاد میشی، اثرشو از دست میده. فکر کردی به این زودی ها وام میدن؟ عجب مالی پیدا کردم چای تو. دوست دارم بهت کنیشه ها. خون امیری عشق کردی؟ به موت قسم دو سود دیگه جیبته. قصه میگیر. به کنی ها. برو قصه میگیر دیگه. عجب نامردیه زد. آقا وایسا نگه دار. زد. چی شده خانم؟ چی شده خانم؟ ای بابا از این اونجوقا معلوم بودم روی چی کاسب نیستی. من میدونم دیگه صاحبش بمیره، اینم زیقی در اومد. یالغاشی واسه میدونم این ده تومن اینجا هم اینگاه بس اینجا بزنم اینجا چون هم میری نیا. اینه بده من، اینه بده من جونه کیتون. بابا زنونه چه لاشخوریه این یکی دیگه. خونه میری داره صدا میاد نگیرن. همون الو صدوده؟ نه متشکرم. چرا غذا تو نمیخوری؟ زیاد میل ندارم. نگران نباش، انشالله حال پدرت خوب میشه. تو بیشتر به فکر کار و زندگی خودت باش، قدر جوانی تو بدون، چون وقتی که بره خیلی چیزای دیگر هم با خودش میبره. آخه من به غیر از پدرم کسی رو ندارم، البته منظورم کسی که واقعا بهم نزدیک باشه. این مشکل خودته، تو باید با رفتار و شخصیتی که از خودت نشون میدی آدمای نزدیک به خودت رو برای خودت پیدا کنی. البته منظورم آدمایی به درد بخوره، نه افرادی بی سر و پا. یعنی یکی مثل شما؟ مثل من که میدونی پیدا نمیشه. شوخی کردم، ظاهرا تصمیم گرفتم برای تو خیلی سخته. نه ببین، من اصولا آدمی نیستم که اهل تعارف و اصرار کردن و فیلم بازی کردن باشه.
یعنی شخصیت و سن و سال من این اجازه رو به من نمیده. تو باید هرچه زودتر تصمیمتو بگیری. دوست دارم برای همچین مسئله توی شرایط بهتری تصمیم بگیرم. ببین، تو اگه دلت میخواد یه روز مدیر بشی، باید از حالا یاد بگیری که تو مواقع سخت و دشوار تصمیم درست و عاقلانه بگیری. میفهمم. پسرم، یه ماشین بگی من باید برم، دیرم شده. منم باید جایی برم مادر. من شما رو میرسونم. تو شرکت منتظرتم. دیر نکنی ها. کارا خیلی عقب افتاده. میام، بله. بریم. خب نگفتی مامان. نظرتون چیه؟ من تو این چند دقیقه چه نظری میتونم داشته باشم؟ اصلا ببینم واقعا تصمیم جدیه؟ ببینم تو این سن و سال به هم نمیاد که حرفامو جدی بزنم یا جدی باشم؟ ده همین سن و سالته که باعث شده من فکر کنم که واقعا ازت خیلی گذشته، نمیتونی جدی باشی. من امروز اومدم اینجا برم بیمارستان دکتر رو ببینم، نه ایمدم اینجا که عروس آیندهمو بخوام بپسندم. حالا چرا قد اخم کردی؟ من فقط میخوام تو این سن و سال تشکیل خانواده بدم، فقط همین. هر کی ندونه شما بهتر میدونید. من بعد از این همه سال دوندگی و تلاش و کوشش تازه 2-3 ساله که وضعم خوب شده. چیه؟ نکنه واقعا فکر میکنی من زودتر میخوام برم تو تنها بمونی؟ خدا نکنه این حرفا چیه؟ انشالله شما 120 سال سایتون بالا سر همه ماست. سلام علیکم. خدا قوت. قبول باشه انشالله. قبول باشه. سلام علیکم. علیکی سلام. آقا کجا بودین؟ از ظهر تا چند بار تلفن کردم. شارژ گوشیم تموم شده. مگه خبر شده؟ ماشاءالله. مگه نمی‌بینی؟ بعد نبود خودتونم یه کمکی می‌کردم. خب برای آوردن دیگا خودم هماهنگ کردم. حالا چرا اینقدر گرفته ای؟ چیزی نیست. یه مشکل کوچیک داشتم. فعلا تا پول زمین مغازمو نگیرم دستم خالیه. امروز رفتم بانک. خب رفتم اون پولی که از سال پیش واسه نذریه امسال کنار گذاشته بودم گرفتم. مشکل کوچیک همین بود؟ نه اصلا ولش کن. بفرمون چایی. کجا؟ اونا بزرگه. کجا؟ یه سر میرم یه جایی زود برمیگردم. شما که تازه اومدی حاج آقا. یه چیزی یادم رفته الان میام. خیر باشه. جدیدن حواس پرت شدی حاج عباس. لا اله الا الله. من از روزی که شما رو دیدم حواس پرت شدم مری خانم. من تو به روی خودم نمی آوردم. تا سفره رو بچینی اومدم. نمیخوای بگی با وضو کجا داری میری؟ اگه لطفی هم داشته باشه به اینه که به شما نگم کجا میرم. مگه اینکه اصرار کنی. خب بفرمایید. فعلا خداحافظ. سلام. دیویس بزن. جواب نداد. یه بار دیگه. دیویس بزن. جواب داد. خیلی خوب. متاسفانه بیمار تو شرایط مناسبی نیست. به خانواده‌اش اطلاع بدی که سریعا باید عمل بشه. الان زنگ بزنم آقای دکتر. تیم مراقبت ویژه رو میفرستم بالا سرش. اون آمپول هم بزنید تو سرمش. بله بله چشم حتما. سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلامت باشی. خوشحال شدم. حاج آقا دمه در زشتی به خدا. تشریف بیاری تو. نه همینجا خوبه. باید زود برگردم. بابت صبح معذرت میخوام. اعصابم به هم ریخته بود. دست خودم نبود. خلاصه بخشش از بزرگانه. مهم نیست. تو که چیزی نگفتی. اتفاقا حرفاتم درست بود. تو قرصای لوزار رو حتما بهش بدیم. بله. ویتامین بی یک هم براش میشم تقویتی. اینم حتما بهش بدیم. آقای دکتر
میشه ازتون یه سوالی بپرسم؟ بله بفرمایید. شما که انقدر براتون زمان مهمه، چرا هیچ وقت ساعت دستتون نیست؟ اتفاقا اشتباه میکنین. زمان برای من مهم نیست، گذشت زمان برای من مهمه. حالا سوال دومتون رو بپرسیم. میدونم که سوال دیگه هم دارین. میخواستم بدونم که شما اگه قرار باشه برین خارج پیش دخترتون و خانومتون، برای همیشه میخواییم پیششون بمونین؟ نه برمیگردم، ولی مطمئن نیستم وقتی میبینمشون چه اتفاقی میفته. به خاطرم این وقتی برای فردا شب بلیط گرفتم، به نگار نگفتم که نمیرم. بذار اون چیزی که واقعا ارزششو داره به همت بریزه، نه قرضی که ادا میشه. خدا نکنه آدم تو این دنیا قرضی داشته باشه که قابل ادا شدن نباشه، اون وقته که باید بلرزه. حاج آقا حرفا دارومم کرد، التماس دعا. محتاجیم به دعا. بیا آقا جون این پیشت باشه تا بعد. نه دیگه شرمندم نکنین، داداش قرار جور کنه. ایشالله جور میشه. ولی آقا فرهاد من نمیتونم وایسم ببینم که آبروی هم محله ایم داره میریزه، اونم توی همچین شبای عزیزی. داداشت پولتو جور کرد، بهم پس میدی. جور نکرد، خدا بزرگه. خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. با این کارت آبروی منو خریدی. یار داری یا علی. خدا حافظ. خدا نگهدار. یا حسین، خدا یا شکرت. خیر گذشته، ولی خب دکتر تاکید کردن که باید حتما تصمیمتون رو سریعتر بگیرین. شما خیلی شانس آوردین که با این دستمزد آقای دکتر قبول کردن این کار براتون انجام بدن. در ضمن امشب آقای دکتر دارن برای مدت نامعلومی از ایران میرن. الو صدامو میشنوی؟ بله دارم گوش میدم. آخه چرا شما فکر میکنید من بیخیالم؟ البته برای شما راحت اینطوری حرف بزنین. یه روز من چیکار میتونم بکنم؟ باشه سعی میکنم جورش کنم. خدافظ. سارا جون. جونم میتونم آقای ملک رو ببینم؟ یه لحظه صبر کن. آقای ملک، خانم دارابی میخوان شما رو ببینن. کارتون در مورد چیه؟ قرار بود یه جوابی رو بهشون بدم. باز که داری رو حرف ملک حرف میزنی تو؟ الان چرا میگی؟ از اول باید اینو میگفتی. خیلی خوب بابا، فردا زنگ بزن. اگه حوصله داشتم جوابتو بدم شاید یه فکری بالت بکنم. نه فعلا خداحافظ. خب شما خوبی؟ بد نیستم. اگه الان سرتون شلوغه برم بعدم بیام. نه نسکافه میخوری؟ نه ممنون. راستش من بازم درباره پیشنهادتون فکر کردم. نمیدونم، شاید از وقتی مادرتون رو دیدم تونستم تصمیمم رو بگیرم. میدونی مادر من بهترین خانم دنیاست. البته یکم مثل من روک و راسته، حرفاشو خیلی روک میزنه. نظرشون راجع به من چی بود؟ نظر بدی نداشت. یعنی البته این نظر بدی نداشتن یعنی خودش از هزار تا تعریف و تمجید بهتره. همین که نظر منفی نداره به نظر من خیلی خوبه. نظر خود شما چیه؟ بالاخره موافقی یا نه؟ راستش من الان فقط اومدم اینجا کمی جدیتر حرف بزنیم. بگو، گوش میدم. خب شما قبلا ازدواج کرده بودین؟
جواب این سوال خیلی مهمه. ببین، همین که من الان مجردم و بچه‌ای هم ندارم فهم کنم کافیه. بله، بله. خب، حرف دیگه مونده که بخوای بگی؟ نه، فقط من شرط کوچیک دارم. چه شرطی؟ بگو، راحت باش. راستش راجع به خودم نیست، درباره پدرمه. میخواستم اگه امکانش هست برای جراحی شکم بهش کمک کنید. البته نمیتونم اسمشو قرض بذارم، چون نمیدونم بهتون میتونم این پولو برگردونم یا نه. خب، پس مسئله پوله. خانم دارابی، فکر میکنم حرفای ما در مورد ازدواج همینجا برای همیشه تموم میشه. من دیگه تمایلی برای این کار ندارم. میتونید برگردید سر کارتون. با اجازه. خانم دارابی. بله. به خانم منشی بگین 3 روز مرخصی براتون رد کنه، برید به کارهای بیمارستان پدرتون برسید. بعد با خیال راحت برگردین سر کارتون. شما چند وقت اینجا مشغول کارید؟ 11 ماه. اگه 1 سال بود میتونستی تقاضای وام بدید. البته مبلغ زیاد نیست، ولی خب از هیچی بهتره. قبل از رفتنتون به خانم منشی بگین فرمشو بهتون بده پر کنید. به سلامت. خدافظ. الو ماما. دوباره سلام. حرفمونو شنیدی؟ من فهم میکنم این دفعه هم کاملا حق به جناب شما بود. نه نه، من دیگه این موضوع برام اهمیتی نداره. 1 ثانیه هم دیگه بهش فکر نمیکنم. باشه. باشه، خیلی ممنون. ممنونم. فعلا خداحافظ. خدافظ. وا نرگس جون، بدون پر کردن فرم مرخصی کجا داری میری؟ دارم میرم دنبال یه کار دیگه بگردم. هر جا بری آسمون خدا همین رنگه ها، پشیمون میشی. شاید آسمونش همین رنگ باشه، ولی ممکنه رنگ زمینش فرق کنه. نکنه حرف ناجوری بهت زده ها؟ ببین اگه اینجوره من یه آشنا دارم میتونه کمکت کنه. اونی که حرف ناجور زده منم، نگران نباش. به هر حال بابت کمکات ممنونم. باش، اگه پشیمون شدی یه زنگ به هم بزن، شاید بتونم کمکی بهت بکنم. خدافظ. خدافظ. من بهت گفتم چی بهش بگو خانم؟ شما گفتید که بهش بگم که یه آشنا دارم که... من گفتم بهش بگو من یه آشنا دارم که میتونه پدرشو در بیاره. آخه شما داشتین گوش میکردین، روم نشد بگم. خیلی خوب، برو یه آگهی استخدام بده روزنامه. بله چشم. کجایی نبی؟ امرولو بشم دیگه بابا دیشو. آقا سلام علیکم. سلام حاج آقا. این آقا مهندستون هم مسافرت بر نگشته؟ مهندس سلام رسون، گفت یه 2 ماه دیگه بر میگردم. گفتش میام کارتون رو انجام میدم دیگه. خیر ایشالله. مهندس کدوم کارو میگفت؟ شما به کارت برس. بفرمایید.
سلام از بنده است آقا، احوال شما؟ حال شما خوبه؟ اتفاقا من یه عرضی هم با شما داشتم. بله بله، شما الان کجا داشت دارین؟ من میام خدمتتون. مرحمت شما زیاد، خدا نگهدار. پس کجایی؟ نکنه دیگه پول لازم نداری؟ میبخشیده گیجه چیه؟ چه خبرته؟ بعد این همه حلافی پول جو کردی، حالا طلبکاری؟ من نیومدم اینجا باهات بحث کنم. چکو بده، 10 میلیون نقدم همراهمه. میخوام دوباره دست چک بگیرم. 10 میلیون تومان؟ گرفتی ما رو؟ و ضرر زیان ما چی میشه؟ یه چیزی باس بذاری روش. اسکونت، حالیته که؟ واقعا که خیلی اشتها داری. توش نکن بابا، شوخی کردم. بیا، اینم چکت، مایه ما هم رد کن. حله زمنان. آقا فراز، باز اگه پول نقد داشتی ما حله کاسبیم. فکر میکنی پولی که داری میگیری پول کاسبیه؟ مقصر خودتی، دیرکت داشتی باز تو اون بدی. بایزه، مگه نگفتی پولو بیار بانک بریزی به حسابت؟ با این پول نقد خطرناکه ها. عجله دارم، زمنان تنها چیزی که از من جدا شدن نیست پوله. عزت زیاد. گوشم با شماست داداش. ببین چی کار میکنی؟ بانک بودم ولی هنوز اون پولو لازم دارم. بپر جای تو، اینه دفعه قبل بکنی ها. بابا این یارو چغر میزنه ها. ما که نیستیم، ما که همه جا رفتیم. رفتم که رفتم. هی آقا جونم، من از شهرستان آمده ام، گم شده ام. شما میدانی آدرس کجا؟ نه این چه لهجه مسخره ای، نشیده بودم تا حالا. این آدرس کجا؟ نه بده بینم آدرس تو. باقیلی محکم بشید. سلام علیکم. سلام از بنده است آقا. راحت باش. چی میخوندیم بابا جو؟ خدایا شفاعت حسین را روزی من مقرر بگردان، آن روزی که در آن جهانت وارد میشود. آمین. آمین یا رب العالمین. میگم بازم که تنها نشین این خرابات شدی.
کجای کارت گره داره عباس؟ آقا یه مشورت کوچیک لازم داشتم. ما برای مشورت باید پیش تو بیای. نفرمایین آجی، نفرمایین. حقیقتش یک کمی دستم به لحاظ مالی بسته است. نزد شب هفتم هم نزدیکه. میترسم آجی، میترسم نتونم مثل هر سال برگزارش کنم. شما که دیشب آبروی مرد خدا رو خریدی دیگه چی میگی؟ اتفاقا صبح فرهادو دیدم، مثل همیشه گرفته نبود. ازش دلیلشو پرسیدم، جریان کمک شما رو بهم گفت. دیگه نگران چه نظری هستی بابا؟ ای بابا، اون که کاری نبود آجی آقا. ببینین آدم به یه آدم دیگه یه قولی میده، یه حرفی میزنه، باید انجامش بده. من به خدا قول دادم آجی، میخواستم ببینم اگه نتونم مثل هر سال برگزارش کنم تکلیف قولم چی میشه. نیت و فکرت باید باشه، کم و زیادش مهم نیست. اجر این کارت هم با کم و زیاد بودن قضای نظریت محاسبه نمیشه بابا. نه ها جقا، اینو داریم به خاطر شرایط من میگین. من نمیتونم زیر قولم به خدا بزنم، تازه به چند تا مرکزم باید نظری بدن. من اصرار ندارم که به حرفام گوش بدی، خودت میدونی تو خیلی کارهای مهم انجام میدی، ولی یک کمی وسواس داری. وسواس رو از قلبت بیرون کن مرد. دلی که ایمان داره وسواس توش هیچ جایی نداره. یا حسین، استرس مالا کن ابرام. استرس چی؟ استرس من دارم که پشت فرمونم. بعدشی بگی. و تو باری میبینیشون؟ بله، رو به رو هم رفتن اون بر. حواست باشه گمشون نکنیم. چرا تو میگیرن اما آقا تیر نزنه، من عقبم. قسم کردی هی برو پایین کله بزن، میگم یارو چقره ولش کن، هی میگی برو کله بزن، برو بگیر ازش. اون روش قدیمی. هیچکی پول من نمیتونه بخوره، هیچکی پول من نمیتونه بخوره. هیچکی پول من نمیتونه بخوره. آها گرفتمتون. یه دوستو مال من یه دوستی میگی بابا حرف دارم این طرف هم مرد استادی. تو به من نمیخواد خط بدی. چقدرم قوی شدن. خودم درستش میکنم. چقدرم قوی شدن اینا. ای تو میام. پیتریان تو پیاده رو. باشه باشه دیدمشون.
هم چقدر داره ازت خون میره. خب ببرن بیمارستان همین نزدیکی هاست. ای بابا راست برو، فقط تا خیمونه دماوند 15 تا هم بیشه، قابلدار هم نیست. ای بابا چه نرگدایی هم به ما خورد. آقا برو راست برو. یا امام حسین نمیره آقا، نفس میکشه چه خونی داره ازش میره. به فال من مسافر کشم در بسی، من زن و بچه دارم، بدبخت شدم. یا امام حسین آقا خیلی حالش بده داداش بجام. یا امام فرد آقای قرا من زن و بچه دارم گرفتارم، چیزیش نیست. ببخشید ببخشید مزاحم شدم. این پاکت اونجا افتاده بود، نمیدونید مال کیه؟ نمیدونم خانم، تا بخواد دنبال صاحبش بگه از کار زندگی میافتیم. برید داخل بگی اونجا هستن. ببخشید. خدای منو ببخش، زود برش میگردونم. ببخش خانم، من با تو یه کار فوری دارم. باشه عزیزم، گوشی لطفا برای 15 بهشون وقت بده. جانم بگو پدر من بعد همین امروز عمل شه، حالش چطوره؟ هنوز که وقت هست. نگران نباش عزیزم، آروم باش. پول آقای دکتر رو تهیه کردی؟ بله بله اینهاش. خیلی خوب، مطب دکتر شیرازی که بلدی؟ بله. برو همونجا عزیزم. باشه باشه. سلام. ببخشید آقای دکتر، پول آوردم، پدرم رو عمل میکنین؟ پدرتون؟ کدوم بیمار؟ مگه من امروز قرار عمل داشتم؟ واقعا یادتون نیست؟ شما حالتون خوبه؟ آه خانم دارابی ببخشید، من اصلا حواسم نبود. بله در خدمت هستم. این 10 میلیون تومانه. به هر حال من امروز میخواستم عملشون کنم، حتی اگه پولو نمیابردی این کارو میکردم. واقعا؟ بله واقعا این کارو میکردم. حالا شما تشریف بریم بخش، من میگم اتاق عمل آماده کنم. بله ممنون. دکتر یزدی متخصص بیهوشی اتاق عمل باید کنید. خب حاجی جون، بالاخره تصمیم گرفتی این ابو طیاره رو ردش کنی؟ آره فکر کنم از زمان ناصرالدین شاه تاره زیر پاته. حالا ماشین مدل 80 ما شده ابو طیاره و مال عهد قجر. آخه قربونت برم حاجی جون، برای آدم مثل شما زشته. بعد مردم حرف در میارن میگن خسیسه. فعلا میخوام یه مدتی پیاده روی کنم تا وزنم بیشتر از این نشه، بعدم میخوام ببینم میتونم حال پیاده ها رو بفهمم یا نه. چشم حاجی جون،
راستی شب تاسوعا التماس دعا داریم ما. قدمتون رو چشم. بفرمایید. فدای شما بشم. بیارین. ماشین بمونه یا ببرم؟ نه قربونه برم. وردا ببر موقعش که شد خبرت میکنم بیای. دستت درد نکنه. فقط یادت باشه من عجله دارم. چش چش. حاجی جون قربونه برم. حاجی میشستی دو دقیقه من صحبت میکردیم. برم. کار دارم دیگه. فدات بشم. حاجی روشن کردیم اینجا رو. قربونه برم. چش. خدا. چش حاجی رو چشمام. خدا رو شکرش بهتره. فقط بعد بیشتر مراقبش باشه. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم، من وظیفه‌مو انجام بدم. ببخشید شما الان میدونید ساعت چنده؟ خسته نباشید دکتر، ساعت 7 شبه. سلامت باشید. 7 شب. خب من باید برم فرودگاه، متأسفانه دل دیرم میشه. فعلا با عزتتون. خواهش میکنم. خدا رو شکر. ممنونم به خاطر دعاهات. خواهش میکنم. برو استراحت کن، خیلی خسته ای. سلامت باشی. مریم جان. جانم. به نظر من برای وامم با آقای دکتر بگم. الان دکتر خیلی خسته است. همین میگفت صابخونه توی ماشین کنار خونه نشسته منتظر منه. میخواد با هم حرف بزنه. آخه یه روزه اساسامون رو جمع کنیم کجا بریم؟ فقط کافیه دکتر یزدانی یه تلفن بزنه. فقط یه تلفن بزنه به حسابداری. میخوای خودت تا دکتر شیرازی نرفته برو بهش بگو. فکر کنم امشب بخواد از ایران بره. واقعا؟ آره. پس برم باش صحبت کنم. برو. ممنون. خواهش میکنم. خدا. بفرمایید. سلامت باشی. آقای دکتر من میخواستم راجع به اون قضیه اتفاقا چقدر خوب شد من شما رو دیدم. میخواستم باهاتون صحبت کنم در مورد وام مسکنتون. من با دکتر یزدانی صحبت کردم. گفتش که چون وام مسکنه مبلغش کم نیست. ممکنه که حداقل دو سه هفته طول بکشه. دو سه هفته؟ بله، متاسفانه دو سه هفته. دو سه هفته برای من خیلی دیره. خیلی دیره. اما بازم ممنون لطف کردی. خانم حکیمی؟ بله؟ بفرم بشینیم. شما الان چند ساله که اینجا مشغولی؟ حدوداً 11 سال. حدود 11 سال. لطف کنین امضا کنین. مربی چیه؟ این رسید 10 میلیون تومن پوله. ببینید خانم، من امشب دارم از ایران میرم. نمیدونم کی برمیگردم. با بیمارستان و دکتر یزدانی حساب کتاب دارم. شما اگه دو سه هفته دیگه این رسید رو ببرید حسابداری، اونا اتوماتیک وار این پول رو به حساب من واریز میکنن. ولی آقای دکتر من اصلا منظورم این نبود که شما این ببینید خانم، من تعارف ندارم. به کلمه دیرم شدم خیلی حساسم. اون لطفا امضا کنیم، ممکنه که عبام بره من واقعا دیرم بشه. بفرمایید، اینم 10 میلیون تومن. بشماریمش. ممنون که شما شماردین، مرسی. خواهش میکنم. بفرمایید، من بسید شما. فقط یه زحمت میکشیم، توی مدتی که من نیستم بله؟ این کلید دفتر، این گلدونا رو حتما آب بدیم. بله، الو. سلام، من حتی مارستانم.
خواهش میکنم. حیدر جان دیگه سفارش نکنم و خودت میدونی برای چی میخوام. آره عزیزم باشه باشه باشه، فردا میام پیشت. باشه قربانت، خداحافظ. تو خونم که هستی همش با تلفن حرف میزنی، پس که نوبت ما میرسه. حیدر بود برای گوسفندا زنگ زده. آخه این ایام خیلی سرشون شلوغ میشه، میخواست بدونه کی میرم گوسفندا رو تحویل میگیرم و این حرفا. حالا ناراحت نمیشه تلفن دیگه بزنم؟ به به چه چایی، چه چایی خوش رنگی. نمیخواد گولم بزنی، تلفن تو بزن. البته قبلش باید از شما میریزه بگیرم، گرچه یک کارایی در موردش کردم. چشمم روشن، نکنه میخوای تجدید فراش کنی حاج آقا؟ نه حرفا چیه مهری خانم، از سقفر الله. حقیقتش میخوام ماشین رو بفروشم، باید زنگ بزنم به یکی از رفیقای قدیمیم ببینم مشتری پیدا کرده یا نه. ماشین رو چرا بفروشی؟ پس اون پولی که برای نظری کنار گذاشته بودی چی شد؟ به یه آدمی که واقعا احتیاج داشت قرض دادم. یعنی الان دیگه پس اندازی نداری؟ نه، البته حاج آقا محمدی میگفت میتونم امسال این کارو نکنم، اما نظر مثل یه قول میمونه، اونم نه به یه آدم، قوله به خدا. سلام عرض میکنم خانم. سلام. سلام، چرا دیر اومدی عزیزم؟ کارم طول کشید. رضا چطوره؟ بهتره؟ قرصاشو دادی؟ بله، حواسم بهش بود. خانم من خیلی شرمنده شما و شوهرتون هستم. من از اون آدم های بی‌انصاف نیستم که به خاطر پول همه کار میکنند. اگه این پول جور نشه برادرم میبرن زندان، اونم یه پسر داره، همسن پسر شما. من بهش بدهکارم، اگر نتونم این پول رو فراهم کنم نمیدونم چطور باید تو چشم زن و بچهش نگاه کنم. دیگه نمیدونم چی باید بگم. شما لازم نیست چیزی بگی. میدونستم حرفم باور نمیکنید. اتفاقا حرفتون رو باور کردم. تا شما رسید آماده میکنید من پول رو میدم خدمتتون. اه مگه وام جور شد؟ چرا من خبر نداده بودی؟ به برکت این روزای عزیز درست شد. خدا رو شکر. بیشتر تا پروازش نمونه. بله. بهتری مامان جون؟ خوبم ولی یکم گلوم درد. الان قرص میدم میخوره پسر گلم، زود حالش خوب میشه. باشه؟ میشه آمپول بدی تا زودتر خوب بشم. قربونه پسرم برم. باشه عزیزم بیا. سعید جان. جانم. تا دیر نشده بگو شماره دکتر رو بگیرم. بده خودم زنگ بزنم. بله سلام از ماست، بفرمید. بله بله شناختمتون، مشکلی پیش اومده؟ نه بلیتتون توی این پاکت پولایی که به من دادین جا مونده، یه ساعت دیگه هم بیشتر تو پروازتون وقت نمونده. بله حق با شماست، جا مونده متاسفانه. چجوری واسهتون بفرستم؟ یه زحمتی براتون داشتم. محبت میکنین که اونا رو با یه آژانس برای من بفرستین فرودگاه؟ گویا پرواز منم یه ساعت تاخیر داره. باشه چشم. بله ممنون میشم. من رسیدم محوطه فرودگاه با شما تماس میگیرم. ممنون از محبت. خداحافظ. خداحافظ. بله. نگار تویی؟ کجایی؟ برگشتی ایران؟
شوخی میکنی؟ خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. اتفاقا من الان تو تاکسی هم. آره دارم میام سمت فرودگاه، نزدیک های مرقد امام هستم، داشتم میامدم پیش شما. خب شما کجا این الان؟ تو تاکسی؟ میخوای یه جا بیام دنبالتون؟ خیلی خب باشه باشه، شما بیاین سمت خونه، منم الان میام خونه. باشه منتظرم، خداحافظ. چون خودت گفته بودی عجله داشتی، امشب من این مشتری آوردم اینجا، نصف پولشو الان میده، قولنامه رو می‌نویسیم، بقیه‌اش هم تو مغازه. دستت درد نکنه. قربون شما برم. نظریه تاسوارم اینجا می‌پزیم؟ بله اینجا می‌پزیم، تو مسجد توزیم. به 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 سلامتی، قبول باشه حاجی، قبول باشه امام حسین قبول کنه. آقا تصادفی سنگ منگی که باش نداشتی، خوردگی رنگی چیزی. نه آقا جون خیالت راحت باشه. راحت باشه خیالت. حاجی عباس سلام. آقا سلام علیکم. خسته نباشید. سلام حاج آقا، اینجا چه خبره؟ ماشین میفروشی؟ بله با این ترافیک دیگه نیازی بهش ندارم. دیگه لازم نیست، این کل پوله. حضرتم ممنونم، خدا خیرت بده. گفته بودم زندگی من بی حساب و کتاب نیست. دست شما درد نکنه. خدایا شکرت. سقای حسین سید و سالار نیامد. سقای حسین سید و سالار نیامد. علمدار نیامد. علمدار اهل حرم. ای اهل حرم میر دار ماشالله. ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. سقای حسین سید السلام نیامد. سقای حسین سید السلام نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. حسین عباس من، 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 عباس من.